سلام، ریحانه هستم. اینجا تو فریا میخوایم با هم لیتک رو یاد بگیریم. تو قسمت 11 میخوایم به تنظیمات مربوط به فواصل افقی و عمودی در لیتک بپردازیم. برای ایجاد فاصله افقی توی لیتک ما چندین تا دستور داریم که میتونیم این کار رو انجام بدیم. اولین چیزی که هستش، در واقع دستور که نیست، در واقع دکمه اسپیس هستش. شما فقط یه دکمه اسپیس اگه بزنید میاد فقط یه دونه اسپیس یا فاصله افقی برای شما ایجاد میکنه. دستور بعدی بک اسلش هستش. اگه شما بک اسلش رو بنویسید و بعد از اون دکمه اسپیس رو بزنید، میتونید اسپیس به تعداد دلخواه ایجاد بکنید، یعنی فاصله افقی به هر میزان که میخواید. یا میتونید از دستور بک اسلش اسپیس استفاده بکنید. هر تعداد که این دستور رو بنویسید تعداد اسپیس های شما میشه، یعنی فاصله افقیتون. یا اینکه از کروش استفاده بکنید و داخل این کروش هم باید اسپیس زده بشه، یعنی کروش رو باز میکنید میبندید که داخل این یک اسپیس زده شده، اگه نزنید که هیچی. به هر تعداد مثلا این کروش ها که داخلشون اسپیس هستش، فاصله افقی هم و اسپیس به تعداد دلخواه میتونید درج بکنید، میتونید بزنید. بعدی علامت مد یا همون تیلده هستش که با استفاده از اون میتونید اسپیس بزنید یا همون فاصله افقی به تعداد دلخواه بازم، منتها چیه؟ بدون اینکه شکست ایجاد بکنه، بدون اینکه بریکی برای شما ایجاد بکنه. خوبیش این هستش. بعد از اون دو تا دستور داریم که هر دو تا یکی هستن، معادل هستن با هم. یکی این هستش و تین اسپیس. حالا این چی هستش؟ میاد اسپیس رو با یه عرض به این اندازه که از EM با واحد EM به تعداد دلخواه میاد درج میکنه. پس این چه؟ این اسپیسه با یه عرض مشخصی هستش. بعد از اون در واقع چیه؟ دو تا دستور معادل هم هستن، نکتین اسپیس هستش و این یکی بک اسلش علامت تعجب، که شما میتونید اسپیس رو این بار با عرض منفیه این مقداری که برای تین اسپیس بود با واحد همون EM به تعداد دلخواه استفاده بکنید و درج بکنید. فاصله افقی میزنید منتها با عرض منفی اون تین اسپیس، پس میشه نگتیف تین اسپیس، از اینکه میشه نگتین اسپیس. دستورات بعدی یکی این هستش، بک اسلش این علامت رو میزنید و مد اسپیس. هر سه تا اینها معادل هستن با هم دیگه و شما میتونید با استفاده از این دستور اسپیس یا همون فاصله افقی رو درج بکنید با عرض این مقدار که همجا که اینجا میبینید با واحد EM، بازم چیه؟ اینم به تعداد دلخواه هستش. بعد از اون دوتا دستور دیگه هستش که این دوتا دستور هم معادل هستن با هم. با این دستور شما میتونید اسپیس یا همون فاصله افقی بزنید با این عرض با واحد EM به تعداد باز همچی دلخواه. دستور بعدی EN اسپیس هستش. شما میتونید اسپیس بزنید با عرض نیم تا EM. منتها چی هستش؟ یه قابلیت تنظیم فاصله کارکترها رو هم داره. دستور EN اسکیپ مثل دستور EN اسپیس هستش، میاد اسپیس میزنه با عرض نیم EM، منتها دیگه قابلیت تنظیم فاصله کارکترها مثل EN اسپیس رو نداره. دستور بعدی کواد هستش، QUAD، درج اسپیس میکنه به اندازه 1 EM. حالا اگه دو تا کیو استفاده بشه میشه، یعنی یه دونه کیو به اون اضافه بشه میشه درج اسپیس به اندازه 2 EM. دستور بعدی اش فانتوم هستش، داخلش یه تکست هستش، داخلش یه متنیه. میاد چیکار میکنه؟ مثلا شما یه متنی رو وارد میکنی، حالا این متن هرچند که طولانی باشه، عرضش هر چقدر که باشه، میاد اسپیس رو به اندازه عرض متنی که داخل این کروش وارد کردید درج میکنه.
دستور بعدی اچ فیلد هستش، درج اسپیس هستش عمل کردش و اندازه ای که کل خط رو پر میکنه، از اسمش هم مشخصه اچ فیلد. اچ هستش که هاریزونتال هستش، میشه فاصله همون افقی منظورمونه. دستور بعدی اچ اسپیس، داخلش یه لنز و طولی هستش. حالا اگه شما بخواید اسپیس یا فاصله و اندازه طول دلخواه و مد نظر شما وارد بشه، فاصله افقی زده بشه، میاید اون مقدار رو وارد میکنید داخل کروشه. با چه دستوری؟ با دستور اچ اسپیس. پس اچ اسپیس بعد لنز، اون طول معلومه وارد شد، وارد طول معلوم رو وارد میکنیم داخل کروشه و درجه فاصله میشه به اون اندازه. و دستور آخر اچ اسپیسی هستش که ستاره داره. خب بعدم چی هستش؟ داخلش طوله. حالا تفاوتش با این اچ اسپیس بدون ستاره چی هستش؟ ببینید کلن لیتک به صورت دیفالت و پیشفرض میاد مثلا در شروع خط و پایان خط اسپیس رو حذف میکنه. حالا شما یه شرایطی پیش میاد که شما میخواید این شروع خطتون و پایان مثلا که دیگه جملتون که هستش میخواید بعدش اسپیس داشته باشه، خب شما میتونید از دستور اچ اسپیس استفاده بکنید، از نوع ستاره دار اچ اسپیس ستاره و بعد از اون طول معلوم اندازه‌ای که میخواید رو وارد میکنید داخل کروشه و با همون مقداری که وارد کردید داخل کروشه برای شما اسپیس یا همون فاصله افقی میزن. این از دستورات مربوط به فاصله افقی در داخل لیتک. حالا برای فاصله عمودی چیکار میکنیم؟ برای فاصله عمودی هم یک سری دستورات دیگه وجود داره. دستور اول اسمال اسکیپ هستش، میاد درج اسپیس رو انجام میده به ارتفاع 3 تا پیتی مثبت و منفی 1 پیتی بین 2 تا پاراگراف. دستور بعدی مد اسکیپ هستش، درج اسپیس میکنه به ارتفاع 6 پیتی مثبت و منفی 2 تا پیتی بین 2 تا پاراگراف. دستور سوم بیگ اسکیپ هستش، درج اسپیس به ارتفاع بیشتر خوب بزرگتر میشه 12 پیتی مثبت منفی 4 پیتی بین 2 تا پاراگراف. دستور بعد وی فانتوم هستش، تکست مثل دستور اچ فانتوم که گفتیم به اندازه در واقع اونجا چون فاصله از نوع افقی بود هاریزونتال بود میومد به اندازه عرض متن خوب میاد فاصله میده، فاصله افقی میده. اینجا چون فاصله از نوع عمودی هستش، فاصله عمودی رو میخواییم ایجاد بکنیم، به اندازه ارتفاع متنی هستش که دارید وارد کروشه میکنید که عرضش هم صفر دیگه چون افقی که نیستش، پس بحث فقط ارتفاع مطرحه. پس به اندازه ارتفاع کل متنی که شما دارید داخل کروشه وارد میکنید میتونید یک اسپیس عمودی در واقع داشته باشید، یعنی فاصله عمودی داشته باشید. دستور بعدی وی فیل هستش، مثل دستور اچ فیل بود که کل خط رو میومد پر میکرد. خب این الان عمودیه دیگه، خب از لحاظ عمودی بخوایم حساب بکنیم چه کل صفحه رو پر میکنه. پس برای من درج اسپیس هستش به اندازه ای که کل صفحه رو برای ما پر بکنه. دستور بعدی وی اسپیس هستش که داخلش هایت هستش، بحث ارتفاعه کلن چون به صورت عمودی ما با ارتفاع کار داریم، میاد درج اسپیس میکنه به اندازه طول معلوم وارد شده داخل کروشه، مثل در واقع اچ اسپیس بود که به اندازه طول معلومی که وارد میکنیم اومد فاصله افقی میزد، حالا این بار چیه؟ فاصله عمودی میزنه و با ارتفاع هم کار داریم. و دستور آخر وی اسپیس هستش، از نوع ستاره دار، ورژن ستاره دارش، یک ستاره میزنیم بعد هم دوباره همطور هایت و ارتفاع وارد میشه. حالا چی هستش؟ درج اسپیس هستش به اندازه طول معلوم وارد شده توی کروشه در بالای صفحه. یه زمانی شما پیش میاد که میخواید در واقع اسپیس بزنید در بالای صفحتون، یک فاصله اسپیسی داشته باشید به یک اندازه‌ای که خودتون مد نظرتون هستش، چون لیتک به صورت پیش‌فرض گفتیم شروع خط و بالا و همچنین که پایین رو میاد هضم میکنه اسپیس ها رو، و اگه شما بخواید اسپیس رو داشته باشید در شرایطی حالا بسته به نیازتون، شما میتونید از این دستور هم استفاده بکنید، دستور وی اسپیس منتها از نوع ستاره دار که قابلیت این رو داره که بالای صفحه درج بشه. پس این هم از فاصله عمودی و فاصله افقی در لاتک که متداول ترین دستورهاش رو اینجا بیان کردیم و عملکرد هر کدوم رو گفتیم.
یه توضیحی هم که اینجا فقط در مورد واحد ایم بدم، خب ما مثلا واحدهای مختلفی میتونیم داشته باشیم، میگفتیم پی تی، سانتیمتر، حالا هر کدوم که هست. واحد ایم چیه؟ ببینید کلن بسته به فونتی که دارید استفاده میکنید، که معمولاً فونت پیشورزی که توی لیتک ما استفاده میکنیم مادرن کامپیوتر هستش. یه توضیح هم در مورد واحد ایم بدیم. خب ما از واحدهای مختلفی میتونیم توی لیتک استفاده بکنیم دیگه. یکی از این واحدها ایم هستش. ایم چیه؟ ببینید بسته به فونتی که ما داریم استفاده میکنیم، که معمولاً هم فونت پیشورز کامپیوتر مادرن هستش، حرف بزرگ ام عرضی که داره در واقع میشه همین معیار، همین واحد ایم. یعنی واحد ایم هر یک ایم به اندازه اون عرض حرف بزرگ ام هستش، وابسته البته به فونتی که داریم استفاده میکنیم. هر فونتی که استفاده میکنیم، هر کدوم به هر شکلی توش حرف بزرگ ام هر عرضی که داشته باشه، اون در واقع معیار همین واحد ایم هستش. این هم یک توضیح کوتاهی بود که بعد در مورد واحد ها هم میدادیم، وگرنه ما میتونیم از واحد های مختلفی استفاده بکنیم، اونا رو تبدیل بکنیم به پی تی، حالا سانتیمتر، میلیمتر یا هر واحد دیگه که مد نظر ما هستش. بریم سراغ دستورات مربوط به نحوه ایجاد فاصله افقی در لیتک. اولین دستوری که استفاده میکنیم طبق معمول دستور داکیومنت کلاسه، کلاسی که انتخاب میکنم کلاس آرتیکل هستش، کلاس سندم. بعد از دستور بیگین داکیومنت استفاده میکنم، خب اسم محیط رو مینویسم داکیومنت و حالا اینجا کانتنت محتوی که میخوام. خب الان مثلا تصور کنیم ما آبی رو نوشتیم، خب یه فاصله میدم بیاد خط بعدی، میخوام از دکمه اسپیس استفاده بکنم برای زدن اسپیس یا همون ایجاد همون فاصله افقی. الان این رو میایم اینجا، خب یه دونه دکمه اسپیس رو میزنم، حالا میام کامپایل میکنم، ویو رو میزنم، یه نو ایندنت هم بذارم کلا تو رفتگی رو برداره، خب بهتر شکلش. خب میام نزدیکتر میشیم. خب ببینید اینجا آ و بی رو که نوشتم، خب اینجا که فاصله ای نداشت دیگه، فاصله ایجاد نکنم بینش، ولی توی دومی اومدم یه دونه دکمه اسپیس رو زدم. خب حالا اینجا به اندازه اسپیس، حالا بسته به کلاس سندی هستی که استفاده میکنه و تنظیماتی که دارید، مقدار اون اسپیس زده میشه، یه حالت پیشفرضی هستش. الان با یه دکمه اسپیس زدم، یه اسپیس یا فاصله افقی بین آ و بی ایجاد شد. حالا ببینیم که آیا به ازای هر دکمه اسپیسی که میزنیم مثلا این فاصله بیشتر میشه. من یه اسپیس دیگه میزنم، یه اسپیس، خب کلی زد. الان کامپایل میکنم، ببینید هیچ اتفاقی نیفتاد، چون شما با زدن دکمه اسپیس فقط یک دونه اسپیس یا همون فاصله افقی میتونید توی لیتک ایجاد بکنید و هر چقدر که حالا شما دکمه اسپیس رو بزنید تا هر مقداری، دیگه برای شما هیچ اسپیسی نمیزنه، هیچ فاصله افقی ایجاد نمیکنه. پس این از این همچین چیز. خب حالا اگه بخواید که مقداری اسپیس به تعداد دلخواه باشه بیشتر بزنید، یه دستور دیگه هم تحت عنوان چیه؟ بک اسلش وجود داره، که این شما بک اسلش رو میزنید و بعدش اسپیس، یه دونه اسپیس میزنید، خب اینجا بی رو مینویسید. الان کامپایل میکنیم، به این یه دونه اسپیس ایجاد کرد. حالا میگه چیکار میکنیم؟ یه دونه بک اسلش میزنی، یه دونه اسپیس دیگه، ببینید فاصله رو بیشتر میکنی یا نه. خب ببینید فاصله الان بیشتر شد، دو تا اسپیس زد. حالا دوباره شما بک اسلش رو میزنی، یه دونه اسپیس دیگه، فاصله و فوق بیشتر شد. حالا اگه این اسپیس رو نزنی، ببینید که چی میشه، خطا و ارور داده برای شما. پس برمه بعد این بک اسلش، چون ببینید الان اینم حالت قرمز کرده، مثلا دستور داره باش رفتار میکنه، پس یه دونه اسپیس میزنم، حالا یه دونه دیگه، یه دونه اسپیس، فاصله و فوقی چی میشه؟ بیشتر میشه همینطور. بس به تعداد دلخواه میتونید هی بک اسلش بزنید، بعدش اسپیس، بک اسلش، اسپیس، و به تعدادی که میخوایم اسپیس یا هم فاصله و فوقی رو ایجاد بکنیم. معادل با همچین چیزی یک دستوری تحت عنوان اسپیس هم وجود داره.
خب من می نویسم اسپیس، اینجا داره خودش. اوکی او بی، ببینید اینجا به این صورت خطا و ایرور میده. بعد یه فاصله بذاریم اینجا. خب می بینید یه اسپیس هست. حالا می یه دور چکار میکنید؟ مثلا بخواییم 5 تا اسپیس بزنیم یا 4 تا. حالا اسپیس اسپیس و دستور اسپیس. ببینید فاصله افقی چرا بیشتر شد؟ یعنی من 4 تا اسپیس زد به این دستوری که نوشتم. ببینید یه فاصله هم اینجا بینش دادیم، چون اگه اونطوری میشد به هم چسبیده دیدیم که ایرور داد به ما. پس همونطوری تعداد اسپیس میتونه به تعداد دلخواه باشه. پس اینم از دستور اسپیس. حالا یه چیز دیگه هم وجود داره تحت عنوان کروشه، مثل همینا رفتار میکنه. خب من یه دونه این کروشه میزنم بین آ و بی. اینجا میبینید شما فاصله ای در نظر گرفته؟ نه. حالا داخل این کروشه یه دونه اسپیس میزنم. ببینید در اندازه یه اسپیس فاصله ایجاد کرد. پس شما میتونید از کروشه هم استفاده بکنید و به تعداد دلخواه اسپیس بزنید. ببینید الان مثلا 4 تا، ببینیم چجوری مثلا معادل میشه با دستور. یه فاصله بدم اینجا هم بینش گفتیم چی اسپیس بعد بزنیم دیگه حتما تا اعمال بشه. ببینیم که چجوری مثلا معادل هستش با دستور اسپیس. اسپیس اسپیس چند تا هستش اینجا؟ 4 تا اسپیس دیگه. الان 3 تا، خب 4 هم بنویسم. و بی، خب کامپایل میکنیم. همونطوری که میبینید اولین آبی که کنارم نوشته شده که هیچ دستوری استفاده نشده، برش فاصله هم داده نشده، خب طبیعتا هیچ فاصله افقی هم نیست. بعدی میبینیم که دستورات اسپیس و این کروشه که داخلش اسپیس معادل با هم دیگه هستن. مثلا اینجا 4 تا کروشه است، داخل این 4 تا کروشه اسپیس زدیم، دکمه اسپیس رو زدیم و 4 تا اسپیس بر من زده بین آ و بی. و چیه دستور اسپیس هم که استفاده کردیم 4 بار این دستور رو نوشتیم، پس بر من 4 تا اسپیس یا اون فاصله و فوقی بر من ایجاد کرد. پس بنابراین از هر کدوم از این دستورات میتونیم استفاده بکنیم و فاصله افقی ایجاد بکنیم. پس این هم از دستور این. حالا علاوه بر اینها یه کارکتر دیگه وجود داره تحت عنوان تیلدا. خب حالا من اینطوری می نویسم، مثلا اینم 1 2 3 4 تا بود دیگه. خب مثلا اینم 4 تا بخوام بزنم، مد یا همون تیلدا، 4 تا تیلدا یا همون مد رو نوشتم. ببینید اینا چیه؟ معادل با هم هستن. شما میتونید از این علامت استفاده بکنید. خب منتها یک چیز خیلی خوبی که داره اینه که میتونید مطمئن بشید وقتی که شما از کارکتر تیلدا یا همون مد استفاده میکنید، مطمئن بشید که هیچ شکستی برای شما بریک ایجاد نمیشه، در حالی که با این امکان داره بریک مثلا که ایجاد بشه، ولی با این قطعا مشکلی برای شما پیش نمیاد. و معادل هستش با همون دستورات اسپیس، با همون دستور کروشه که داخلش اسپیس هستش، و یا همون کارکتر بک اسلش رو مثلا پشت سرش یه دکمه اسپیس زدم. پس به همین راحتی میتونید از این کارکتر تیلدا یا همون مت هم استفاده بکنید و مطمئن میشید که شکستی هم ایجاد نمیشه. خب حالا یک سری اسپیس هستن که مقدارشون در واقع بهتر بگیم که مقدار مشخصی دارن. خب الان اینجا من آبی رو می نویسم. ببینید یه دونه اولی، خب آ و بعدش یه دونه کاما میاد. الان اینجا مثلا می خوام 4 بار از این استفاده بکنم. 3 4. خب این دستوره برام میومد چیکار میکرد؟ این دستوره به تعداد دلخواه هم که میتونیم بزنیم، مثلا اینجا 4 تا زدیم، میاد اسپیس رو به عرض 16000 روم 667 ایم بود که واحده ایم هم گفتیم به اندازه همون کارکتر ام بزرگ هستش، حالا بس به فونتی که داریم استفاده میکنیم. من اینجا میخوام ببینم که این به چه صورت هستش این اسپیسی که میزنم. خب ببینید اینجا چیه، چون این اسپیسه
نسبت به دکمه اسپیس ما که پیش‌فرض در نظر میگیره مقدار کمتری رو داره و دستور معادل با اون هم تین اسپیس هستش، اسپیس خیلی بار خیلی کم کوچیک هستش. پس بنابراین درست هم اصلا 4 تا 4 بار از این کاراکتر استفاده کردم ولی معادل با اون نیستش، چون مقدار اسپیسی که این در نظر میگیره خیلی کوچیک‌تر هستش نسبت به اون کاراکتری که استفاده کردیم برای اسپیس زدن. دستور معادل با این هم دستور تین اسپیسه. خب اینجا من 4 تا زدم، میخوام دستور تین اسپیس رو هم 4 بار بنویسم، کپیش بکنم اینجا 4 بار پیستش کنم. خب 4 بار نوشتم تین اسپیس. حالا بی همجور که میبینید این آبی آخری که هستن با هم دیگه معادل هستن، میبینید دوتاشون به یه شکلن. پس اینم از دستور بریم خط بعدی شروع بکنیم. دستور بعدی که برای اسپیس وجود داشت دستور دیگه ای تحت عنوان آ و بعدش از علامت تعجب استفاده کردم. اینم مثلا بذاریم 4 بار زدیم. خب این فاصله چی هستش؟ این فاصله در واقع معادل با دستور نگتین اسپیس هستش، یعنی در واقع اسپیسی که میزنه به سمت نگتیو در واقع هستش. خب منفی، یعنی به جای اینکه مثلا این فاصله افقی بیشتر بشه بینشون، این فاصله افقی کمتر میشه. یعنی الان آ قشنگ آبی رو هم افتادن کاملا، چون این فاصله منفیه، یعنی فاصله منفی این تین اسپیسه. مقدارش به اندازه همین تین اسپیس هستش، منتها چی تو جهت منفی به جای اینکه مثبت باشه. خب پس اینم از این دستور که معادل این دستورم نگتین اسپیس هستش، یعنی اون نگتیو اسپیس. ببینید اینجا خودشم نوشته. خب من الان کپی میکنم. خب 4 بار که ببینیم مدل همون یا 4 بار نوشتم، حالا کامپایل میکنم. ببینید کاملا معادل هم دیگه هم دیگه، چون این دستورات فرقی نداره چه از این استفاده بکنیم چه از اون معادل. خب دو تا بک سلش اسپیس بعدی کارکتر بودیم و دو تا دو نقطه در واقع اینطوری. خب اینم 4 بار می نویسم. کامپایل. همچون که میبینه اسپیس یا فاصله افقی زده نسبت به اون بالایی که در واقع میبینید، این که هست این آبیه نسبت به تین اسپیس خب کمی بیشتر هستش مقدارش، چون در واقع 2222 تا در واقع 1000 ایم میشه. معادل با این یا میتونید از چیز هم استفاده بکنید، معادل با در واقع بهش میگم مد اسپیس هستش، یعنی متوسط میدیوم. خب معادل با این هم یک کارکتر دستور دیگه وجود داره تحت عنوان بک اسلش و بعد از این علامت استفاده کردم. این علامت رو هم چند بار می نویسم. پیست. سه بار و 4 بار. خب ببینید معادل هستش با همون دستور بک اسلش دو نقطه ای که زدیم، معادل هستن با هم. یه دونه دیگه دستور معادل با همین مد اسپیس هم وجود داره، همون دستور مد اسپیس. یه فاصله باید بدیم. خب
4 بار اینو می نویسم. خب همونجا که می بینید این سه تا دستوری که استفاده کردیم معادل هستن با هم دیگه. شما میتونید یا از مد اسپیس استفاده بکنید، متداد خود اسپیس بزنید، یا میتونید از بک اسلش و این کارکتر استفاده بکنید، یا از بک اسلش هم دو نقطه کارکتر کسش استفاده بشه. پس این سه تا چیان معادل میشن با هم دیگه، از هر کدوم میتونید استفاده بکنید. حالا دستور بعدی که وجود داره برای اسپیس زدن، در واقع بهش تیک اسپیس گفته میشه، این ضخیم‌تر و این کاراکتر هستش. اینم 4 بار میام مینویسم. پیستش میکنم. ببینید این مد اسپیس بود، تیک اسپیس. ببینید این آبی بالایی مد اسپیس بوده. خب تیک اسپیس میشه در واقع فاصله بیشتر، خب ضخیم در واقع، حالا طبق چیزی که هستش فاصله افقی و اسپیس ها اندازه شون بیشتر هستش. یعنی اون 2222 EME که برای مد اسپیس بود، این 2777 است، کمی بیشتر هستش. پس اینم از تیک اسپیس. حالا این تیک اسپیس به همین اسمم چیه، دستور خود تیک اسپیس هم وجود داره، اینجا هم هست. به تعداد دلخواه اینو می‌نویسیم که ببینیم به اندازه. ببینید همون 4 تا هست، 4 تا همون کاراکتر استفاده کردن. پیستش می‌کنیم به اندازه 4 بار. 4 تا اسپیس بزنم اندازه عرض، یعنی در واقع همون 0.2770 ایه. همطور که میبینید این دوتا چیان معادل با هم دیگه هستن، هیچ فرقی با هم ندارن. چه شما 4 بار تیک اسپیس بنویسید یا 4 بار از این کاراکتر استفاده بکنید، کاراکتر بک اسلش و این کارتی که وجود داره علامت نگارشی ما. پس اینم از این. اینا اسپیس هایی بودن، این تین اسپیس، نکتین اسپیس، مد اسپیس، تیک اسپیس. اینا اسپیس هایی بودن با عرض مشخص که مقدار هر کدوم رو هم توی اسلایت ها کامپیوتر کامل توضیح داده بودیم، بازم اینجا اشاره کردیم به هر کدوم. حالا اگه بخوایم عرض نیم تا ایم باشه، خب شما میتونید از دستوری تحت عنوان en space استفاده بکنید، back slash. خب این یه فاصله بعد بدید، این توی قرمز وقتی میشه، یعنی نیم em هستش. en space که در نظر گرفت، البته این یه دونه space. خب من میخوام چون مقایسش کنم با اونا، پس به اندازه اونو 4 تا مثلا space میزنم، برای مقایسه بهتره دیگه. من 4 بار کپی میکنم. خب 4 بار این اسپیس رو نوشتم. خب ببینید نسبت به تیک اسپیس که بین همه اونا مثلا بیشتر بود، بازم بیشتره، چون مقدار عرضش که گفتیم هست نیم تاییمه، از اون 0.2777 که تیک اسپیس بود بیشتره دیگه مقدارش. پس من اینجا 4 تا تیک اسپیس زدم، این شد، و 4 با EN اسپیس زدم به این صورت فاصله افقی بیشتر، چون اسپیس عرضش بیشتر شد، نیم EM شد. و خب قابلیت دیگه هم که داره اینه که میتونم فاصله کارکترها رو به خوبی تنظیم بکنه، همچین قابلیتی داره همچین دستوری. حالا یک دستور دیگه هم داریم
این اسکیپ که اینم به اندازه ایم هست، به اندازه نیم تا ایمه. اینم میام چیکار میکنم؟ اینم میام چهار بار مینویسمش که ببینیم آیا باند فرق داره یا نداره. من با این اسپیس چهار بار این نوشتم. خب همجور که میبینید با همدیگه معادل هستن الان این دوتا. بالای این اسپیسه به اندازه نیمیه، پایینی هم این اسکیپه به اندازه نیم ایه. و خب تفاوتی که وجود داره اینه که این اسپیس میتونه فاصله کارکترها رو به خوبی تنظیم بکنه، ولی این شب بعضی اوقات بر ما همچین شرطی پیش نیار. حالا اگه شما بخواید باز دوباره این فاصله افقیه از نیمیه بیشتر بشه، مثلا بشه یکیه، از یک دستوری تحت عنوان کواد استفاده میکنید. خب میرسیم. معمولا هم بیشتر برای مثلا فرموله ریاضی و اینا استفاده میکنن. خب تو متن هم استفاده میشه، فرق نداره. الان من این رو پیست میکنم. فرقش رو با این اسکیپ که نیم ای ام هستش ببینیم. به اندازه چهار بار. خب الان کامپایل کردیم. خب ببینید الان مثلا این نیم ای امه. الان اسپیس رو که میگیم با عرض یکی ام در نظر بگیم که چهار تا زدیم، خب کواد ببینید چقدر بیشتر شد فاصله افقی. حالا اگه این فاصله افقی و اسپیس رو عرضش رو به جای یکی ام بکنیم، حالا دو تا ایم مثلا که باشن، چیکار میکنیم؟ کافی هستش که شما این دستور کوادی که مینویسید خب چی بشه؟ دو تا کیو داشته باشه. خب یعنی الان چهار بار پیستش میکنم. سه چهار. خب چهار تا شد. خب ببینید الان اینجا این یک ایم بود کواد، حالا چی؟ دو ایم، دو برابر. پس طبیعتا این فاصله افقی ببینید چقدر بیشتر هست، مثلا بزرگتر از همه همین کواد کیو کیو، یعنی کیو کواد هستش این تا حالا، کیو کیو یو ای دی. پس میتونید از این دستور هم استفاده بکنید. حالا یه زمان هستش یه قابلیت جالب دیگه که وجود داره، اینه که شما میتونید اسپیس رو به اندازه یک متنی که وارد میکنید، اون اسپیس میاد به اندازه عرض همون متن در نظر میگه، بعد میاد اسپیس میزنه. مثلا یعنی چی؟ برای همچین کاری من اول الان آ رو مینویسم. در همچین کاری چون فاصله به صورت افقی هم هستش، اچ اول میاد، اچ یعنی همون هاریزونتال. بعد چیه؟ مینویسه فانتوم. خب اینجا همونجور که میبینید هست، اینجا تکست هم نوشته، خودش سینتکسش هست. خب من اینجا یه متنی رو مثلا میخوام چیکار بکنم؟ وارد بکنم. مثلا بنویسم This is my first project. خب متن من اینقدر طولانیه، یعنی میخوام به اندازه این متن من عرضش، خب به اندازه عرض این متن میخواد برای من اسپیس بزن بین آ و بی. ببینیم که چجوری عمل میکنه. خب همجور که میبینید دقیقا اومده به اندازه این متن This is my first project، هر چقدر که مثلا اشغال میکنه فضای افقی رو، به اندازه همون اسپیس زده برای من بین آ و بی. اینم برای زمانی هستش که شما بخواید تنظیم فاصله افقیتون بسته به متنی باشه که داخل کروشه هست. خیلی جای به درد میخوره این دستور هم. دستور بعدی که وجود داره برای این کار دستوری تحت عنوان اچ‌فیل هم هست. خب من اینو چهار بار میام مینویسم. ببینید یه چیز خیلی جالبی که وجود داره در خصوص دستور اچ‌فیل که توی اسلاید هم بهش پرداختیم، دستور اچ‌فیل کلن میاد اسپیس افقی میزنه خب هر جا که شما بخواید، منتها چی؟ به صورت که خط رو، اون لاینی که هستش رو میاد پر میکنه کامل. یعنی چی؟ الان براش مثلا مهم نیستش بین اینا چیز قرار بگیره یا نه. خب ببینید همجا که میبینید این بیه دقیقا اومده کجا؟ دقیقا تا جایی که اون خط برای شما پر بشه متنتون.
و کارم به این نداره که حالا بین این مثلا فاصله هستش یا هر چیزی. فاصله رو بر این اساس میاد تنظیمش میکنه، میاد فاصله افقی رو میزنه، فقط چی؟ تا جای اون فاصله این افقی حفظ میشه که در واقع خط شما به صورت کامل پر میشه. بس اینو در نظر بگیم. این هم دستوری هستش که به کار میاد خیلی اوقات، دستور اچفیل، و میتونید ازش استفاده بکنید. دستوراتی دیگه براشون مهم نبود، حالا مثلا همه این دستورات اسپیسی که من استفاده کردم براش مهم نبود، حالا خطه مثلا برسه به ته یا نرسه اصلا براش مهم نبودش، همینطوری میزد. خب ولی اینجا وقتی دیگه اچفیل میتونم مطمئن بشم که دیگه من هر کاری بکنم این چیه، این دیگه فاصله که میده خطو برام من پر کرده به صورت کامل. پس خوبیه این دستور هم به این صورت هستش، از اسمش هم مشخصه، اچ هوریزونتال فیل هم که میشه پر کردن اچفیل. پس اینم از این دستور، دستورات اسپیسی که استفاده کردن. حالا ببینید کلن لیتک به صورت پیش‌فرض یا دیفالت میاد ابتدا و انتهای خط کلن اسپیس رو حذف میکنه. خب کلن حالا اگه شما بخواید این اسپیس اعمال بشه ابتدا یا انتها، شما میتونید از یک دستوری تحت عنوان H space استفاده بکنید و بعد از اون کروشه میاد که داخل این کروشه لنس یا همون طول اون اسپیسی که میخواید رو مشخص میکنید. مثلا اینجا همون A و B رو مینویسم، ببینید H space یه اینجا بر من الان اینجا ورده. خب طولی که در نظر میگیرم مثلا 10 پیتیه. خب ببینید الان اسپیسی که زده برای من اندازه 10 پوینته، 10 پی تی. یا حالا به جای مثلا این 10 بکنم منفی 10. خب کاملا به این سمت، یعنی رفته به سمت منفی، به جای اینکه فاصله بیشتر بشه فاصله اومده کمتر شده، کاملا نزدیک شدن این آ و بی به هم دیگه. پس بنابراین چ اسپیس لنسه این طوله میتونه هم مثبت باشه هم منفی باشه، فرقی نداره. حالا اگه مثلا خب میاره دیگه، مقدارش میتونه مثبت باشه یا منفی. شما هنوز اینجایید؟ پس ویدیو برات مفید بوده، سابسکرایب بکن، خسیس هم نباش، ویدیوی ما رو با دوستات به اشتراک بذار. بریم سراغ دستورات مربوط به ایجاد فاصله عمودی، اسپیس عمودی بین پاراگراف ها. خب اول من یه متنی رو پیست میکنم اینجا، از قبل کپیش کردم. حالا پاراگراف بعدی مثلا اینو میزنیم، خب کامپایل میکنم، ویو رو میزنم. خب گفتیم که پاراگراف ها توی لیتک به صورت پیش‌فرض با یه تورفتگی ایجاد میشن اگه زمانی که بدون سرتیتر بیان، خب اینجا هم که بدون سرتیتره. پس دو تا پاراگراف باید داشته باشیم که این دو تا پاراگراف هر کدوم یه ایندنت و تورفتگی دارن. ولی خب دومی میبینیم که چیه، همون متن لیتک واس کریتد، میبینیم که تورفتگی نداره، پس بنابراین دو تا پاراگراف حساب نمیبرده و در واقع این رو یک پاراگراف حساب کرده. برای اینکه پاراگراف جدید شروع بشه یک دستوری تحت عنوان پر وجود داره. الان ما کامپایل میکنیم، خب همونطور که میانی تو رفتگی ایجاد شد، پس من اینجا اومده دو تا پاراگراف رو در نظر گرفته. حالا الان میخوایم اینجا فاصله عمودی ایجاد بکنیم بین این دو تا پاراگراف. دستور اولی که وجود داره اسمال اسکیپ هست. که مقدار این اسپیس ارتفاعش، چون بحث عمودی بودنه دیگه بحث عرض نیستش که افقی باشه، یعنی افقی نیستش که بحث عرض باشه. خب مقدارش 3 تا پی تی مثبت و منفی 1 پی تی هستش. من این رو کامپایل میکنم. خب ببینید الان این فاصله بین پاراگراف ها چیه تغییر کرد، منتها این چیه اسمال هستش، کوچیکه. خب حالا اگه بخوایم بیشتر بشه مد
اسکیپ میتونیم استفاده بکنیم که ارتفاع این اسپیس عمودی 6 پیتی مثبت و منفی 2 پیتی هستش. همونطور که میبینید فاصله عمودی بین این دوتا پاراگراف بیشتر شد. حالا اگه بخوایم از این حد هم بیشتر بشه بیگ اسکیپ رو استفاده میکنیم که میاد اسپیس یا همون فاصله عمودی میزنه به ارتفاع چقدر؟ به ارتفاع 12 پیتی مثبت و منفی 4 پیتی نسبت به همه اونا بیشتر. ببینید همونجور که میبینید اینجا اسپیس یا فاصله همون عمودی بین دوتا پاراگراف خیلی بیشتر شد، بیشتر حالت خودش رسیدش. ما توی اسپیس به صورت افقی که بود گفتیم که یک دستور تحت عنوان اچ فانتوم وجود داشت که این دستور اچ فانتوم میومد به اندازه عرض متن ما میومد به همون اندازه عرض اسپیس میزد. خب اینجا هم که همچین دستوری رو داریم که این دستور تحت عنوان وی فانتوم هستش که در واقع وی همون نشوننده ورتیکال هستش، مخفف اون اول حرف اون اومده، یعنی همون عمودی. برای اینکه این دستور رو نشون بدیم خیلی خوب تا کاربردش رو متوجه بشیم، الان اینجا مثلا شما میتونید وی فانتوم رو بنویسید. خب منتها چیه؟ ببینید توی اچ فانتوم مثلا عرض بود دیگه، اینجا چیه؟ مثلا بعد بحث ارتفاع باشه. خب الان ارتفاع رو چجوری ایجاد میکنیم؟ برای این کار یه مثال خیلی بهتری میزنیم برای اینکه کامل متوجه بشیم. مثالمون چیه؟ ببین مثالی که میخوام بزنم نوشتن دو جمله‌ای ها هستش. برای این کار توی لیتر یه دستوری هم وجود داره تحت عنوان بینام، در واقع باینومیال که میشه دو جمله. ببینیم که چطوری میتونیم همچین چیزی رو بنویسیم و چون فرمت ریاضی داره باید از پکیج تحت عنوان AMS Math استفاده بکنید. پکیج مخصوص ریاضی هستش، فرمولا یا همون عبارت های ریاضی. اول من این دستور یوز پکیج رو مینویسم. این بچه AMS Math. خب این از این. بریم سراغ این که ببینیم دقیقاً کاربرد این فاصله عمودی زدن به چه صورته به اندازه عرض بشه. ببینید کاربردش اینجا مشخص میشه. اول دو تا علامت دلار استفاده میکنم چون عبارتم به صورت ریاضی هستش. خب آره میام عبارتم مینویسم بینام برای نوشتن دو جمله یا به این صورته. خب میخوام به چه صورت باشه؟ میخوام اول باشه فرک، یه دستوری تحت عنوان فرک برای کسری نوشتن هستش، آبی، فرک آبی. خب بعد اینجا فرک آ و بی رو که نوشتیم ببینید اینجا خب به این صورت هستش، بعد سی، بعد دوباره بینام رو می نویسیم. ببینید این ابوف بالا هستش، عبارت بالای دو جمله و عبارت پایین هستش طبق این سینتکسی که براش وجود داره. خب عبارت بالا رو برای دو جمله‌ای رو میخوام چیکار بکنه؟ به همون الان متوجه میشی. خب وی فانتوم رو اینجا می نویسم، از دستور وی فانتوم استفاده میکنم. بعد میخوام ارتفاعی که برای این در نظر میگیره، چون دوتا دو جمله این بالا پایین بالا پایین، ارتفاعی در نظر میگیره مثل همون عبارت اولیه باشه، یعنی به اندازه فرک آبی باشه. پس کافی هستش که همین چیکار بکنید، این فرک آبی رو کپی بکنید. خب بعد توی این وی فانتوم بنویسیدش، خب پیستش بکنید. الان خب پرانتز رو باز کردیم، وی فانتوم رو نوشتیم و بعدش عبارت فرک. خب یعنی الان کروشه اضافه، خب اینجا کروشه باز شد. حالا اینو نوشتم چیه؟ بعدش مثلا میخوام علامت سوال بنویسم، عبارت بو و عبارت پایین. عبارت پایین چی باشه؟ علامت سوال باشه برای من. علامت سوال رو مینویسم، حالا کروشه رو میبندم، بعدش می‌نویسم سی. خب کامپایل می‌کنیم، ویو رو می‌زنیم. بذارید خیلی نزدیک بکنم تا به خوبی ببینیدش.
اینجاست. خب ببین الان کاربرد این دستور وی فانتوم اینجا کامل مشخص شد. اول از همه شما برای نوشتن دو جمله داخل لیتک توی حالا بعدن عبارت ها و بخشای فرمول ریزه کامل به اینا میپردازه. فا اینجا میخواییم استفاده از دستور وی فانتوم رو ببینیم که دقیقا مثلا تو کجا کاربرد پیدا میکنه و ما لازم داریم که از همچین دستوری استفاده بکنیم. کلا ببینید شما دستور بینام رو می نویسید برای نوشتن عبارت های دو جمله. خب این دستور چیه؟ یه عبارت بالا در نظر میگیری، یه عبارت پایین. عبارت بالا اولی داخل کلوشه. عبارت بالا چیه؟ میخوام بگم که کسر آ به بی رو بنویس. برای کارم یه دستور فرک وجود داره و بعد آبی. خب ببینید کسر آبی رو بالا نوشته. بعد پایین عبارت چی رو نوشته؟ سی رو گفتم بنویس. خب این کار رو کرده. بعد اومدم گفتم که بینام دوباره چیه؟ میاد یه پرانتز باز میکنه برای نوشتن دو جمله. بعد این بار چیه؟ گفتم که بیا فاصله عمودی رو، چون میخوان اینا با هم تراز بشن دیگه، فاصله عمودیه به همون اندازه آبیه باشه از سی. فاصله شون به همون اندازه که بین کسر آبی و سی هست، به همون اندازه هم بین سی و اون علامت سوال باشه. پس میام چی اینجا از دستور وی فانتوم استفاده میکنم. دستور وی فانتوم به راحتی میتونه این کارو برام انجام بده. دستور رو مینویسم، بعد میگم به چند اندازه عرض ارتفاع چقدر باشه این فاصله ای که در نظر میگیری، به اندازه فرک آبی باشه، همون فاصله ای که آ به روی بی هست کسرش. خب به اندازه کسر آبی میاد فاصله در نظر میگیره عمودی تا سی، بعد پر میکنه جاشو با چی؟ گفتم عبارت بالا علامت سوال باشه، عبارت پایین چی باشه؟ سی باشه. پس به همین راحتی میتونید از دستور وی فانتوم به عنوان مثلا توی دو جمله ها استفاده بکنید. پس به راحتی هیچ محدودیتی ندارید برای انجام این کار هم. خب من برمیگردم عقب. خب اینجا پاراگرافمو که داشتم، درسته؟ دستور وی فانتوم اینجا داشتیم نشون میدادیم دیگه. خب یه دستور دیگه وجود داره تحت عنوان وی فیل. مثل اچ فیل بود که کلا خط رو پر میکرد، حالا بسته به اینکه خط کامل پر بشه یا نه، ولی تا ته خط میومد، یعنی فاصله رو در نظر میگرد، که اچ هاریزونتال بود، از اون هاریزونتال میاد اچ فیل. اینجا وی فیل هم داریم، از ورتیکال در واقع میاد. یعنی کامپایل میکنیم. ببینید چه اتفاق افتاده اینجا. این وی فیلی که در نظر میگیره به اندازه هستش که سفر رو پر بکنه. الان اینجا مثلا دستور وی فیل رو ببینم، مثلا میتونم از اینجا از یک جمله به بعد مثلا وی فیل استفاده بکنم. ببینید چیه؟ به اندازه ای که صفحه پر بشه دیگه. اینجا بحث ارتفاع به صورت عمودی هستش دیگه، در نظر گرفته. ببینید از اونجا اومده به اندازه ای که سفر پر بکنه، یعنی به این صورت. اون موقع افقی خیلی راحت بخوایم نشونش بدیم، افقی اینجا آ رو نوشته بودیم تو فاصله افقی، بعد اچ فیل رو که استفاده کردن فاصله آ تا بیه به اندازه باشه که خط رو پر بکنه. پس چیه این بیه؟ دقیقاً آخرین کاراکتر خط شد، یعنی انتهای خط. خب این فاصله افقی. حالا فاصله عمودی چجوری میشه؟ برعکس این میشه، یعنی به این صورت، به این صورت برای شما در نظر میگیرش. اولی رو نوشته، حالا میگه فاصله عمودی. مهم نیستش حالا این وسط پر بشه یا نشه، مهم اینه که من تا آخر صفحه باید بیام. تا آخر صفحه اومده و فاصله عمودی زد. پس این هم دستوری هستش که میتونید استفاده بکنید. وی اسپیس بخشید وی فیل. وی اسپیس هنوز نرسیم. خب اینم از دستور وی فیل. حالا یه دستور دیگه هم که وجود داره دستور وی اسپیس هستش. می‌نویسم وی اسپیس و مقدار رو هم مشخص میکنم 10 گیتی باشه. همجوری که میبینید اینجا الان به من
با ارور در واقع مواجه شدیم. بین خطوط پاراگراف هستش چون این دستور، بین پاراگراف ها نیست. من میام مثلا از این آدرس که هست وی اسپیس استفاده میکنم. اینجا میبینی لنس رو بر من داده دیگه، مثلا من 10 PT یک نمیشتم 10 PT در نظر میگیرم. خب این الان کاملا درست شدش، چون بین پاراگراف ها نبود، بین خطوط پاراگراف بود. همطور که میبینی تا این خط رو برای من تا اینجا که هست اوکی کرده، تا آدرز. خب بعد از اون چیه؟ گفتم که بیا فاصله عمودی بزن، مقدارشم مشخص کردم، گفتم 10 PT. اینا پس برای فاصله عمودی زدن هستش، برای خطوط پاراگراف هم هست این دستور. مقدارش میتونه منفی هم باشه، مثلا من منفی بدم ببینم چی جوری میشه. کاملا این خطوط پاراگراف از داخل هم دیگه. اگه یادتون باشه مثلا ما برای اینکه بین خطوط یک پاراگراف میومدیم که پراکندگی رو تغییر میدادیم، یه سری دستورات لاین اسپرید و اینا بود که این دستور لاین اسپرید فاکتورش میتونست منفی باشه، ولی مثلا منفی باشه یا مثبت. ولی وقتی که من منفی براش در نظر میگرفتم، هر چقدر این منفی مثلا بیشتر شد، یعنی هی مثلا گفتم نزدیکتر بکن، نزدیکتر نمیکرد، تا یک مقداری فقط مثلا میومد این خطوط رو به هم نزدیک میکرد، خطوط پاراگرافو. ولی اینجا شما با دستور وی اسپیس میتونید خیلی مثلا کوچیک‌تر بکنید. الان ببینید من اینجا مثلا میکردم منفی 10 پیتی، ببینید چه اتفاق افتاد، کاملا خطوط پاراگراف افتادن داخل هم دیگه، کامل مثلا روی هم افتادن. خب و واضح و مشخص است. پس محدودیتی که اونجا داشت رو میتونیم با دستور وی اسپیس هم برطرف بکنیم برای خطوط پاراگرافم. پس اینم از دستور وی اسپیس. دستور وی اسپیس وقتی که شما بدون ستاره استفاده میکنید مثلا چیه؟ ببینید این دستور کلن بخوایم بگیم قضیهش به این صورته که این دستور وی اسپیس همونطور که دیدیم سینتکسی هم که تک استودیو به ما نشون دادش به این صورته که یا میتونه با ستاره استفاده بشه یا بدون ستاره استفاده بشه. حالا فرق این ستاره دار بودنش با نبودنش به چه صورت هستش؟ نداشتن ستاره. ببینید وقتی که از ستاره استفاده بکنید، یعنی به این صورت، خب بعدش مثلا کاراکتر ستاره باشه، شما میتونید تو بالای صفحتون اسپیس به صورت عمودی داشته باشید. خب ولی اگه از ورژن بدون ستاره استفاده بکنید خب نمیتونید همچین قابلیت رو داشته باشید. پس شما یه زمانی نیاز دارید که تو بالای مثلا صفحتون اسپیس باشه. شما میتونید برای این کار از دستور وی اسپیس استفاده بکنید که ستاره داره. پس به راحتی همه محدودیت هم کنار میره و میتونیم فاصله عمودی هم به راحتی داشته باشیم هر جور که مد نظرمون هست. مرسی که وقت گذاشتی این ویدیو رو تا آخر دیدید. اگه سوالی داری میتونی داخل کامنت از من بپرسی، همچنین نظرتو در مورد این ویدیو به هم بگی. ساخت یه ویدیو فرآیند زمانبر و سخت هستش. برای حمایت از کانال فریا میتونی ویدیو رو لایک کنی. همچنین لینک حمایت مالی داخل دیسکریپشن موجود هستش. با حمایت مالی از فریا ما میتونیم به تولید محتوای بیشتر و با کیفیت‌تر بپردازیم. خدا نگهدار.